سلام سلام، ما لایف هستیم. لایف طبق معمول چهارشنبه ها و به همراه همکارای بیزینسی خودم لایف داریم. بله، اجازه بدین من دارم سعی میکنم. دارم سعی میکنم دوستای عزیزم رو بیاریم بالا. سلام سلام افسانه جون، حالتون چطور؟ بس این اجازه بدین من برم سراغ بقیه دوستامو. بله حتما. سلام به همه عزیزانی که میان توی لایو. کتی جان من سعی دارم میکنم که همینجور. سارایا جان من دارم همه سعیم میکنم همه بیام بالا. میان الان میان. سلام سلام سارایا جان. بله فقط یکی دیگه از عزیزای ما کتی جان اصلا دیگه نیست اینجا. یه بار دیگه من برم لطفا بیایید. لطفا ما خیلی منتظرتونیم. ببخشید. خوشحالم. سلام به همگی. دقیقا سارا جون بابت زحمات. خواهش میکنم. منم همینجور هیجان زده واقعا. این روزای چهارشنبه برای من چه میدونم. کتی جون گفتن که دیشب چه میدونم یه عالمه دیر خوابیدن یا زود بیدار شدن یه چیز اینجوری. منم همین چهاروری همجوری بیخوابی سده به سرم بیدار بیدار. آره منم چهار صبح بیدار شدم ولی خوشبختان یه عالمه کار هستش که انجام بدیم. خوب هستین؟ مرسی. امروز ما خب هر چهارشنبه با یه سابجکت های خیلی عالی میان ولی سابجکت امروز ما در واقع یه بحثیه که تازه قبل این که ما به اصطلاح قدم اول رو برداریم یه پروسه خیلی طولانیه که باهاش کلنجار باید بریم، باهاش دست و پنجه نرم کنیم که قدم اول رو برداریم. و این چون تجربه خود من بود در واقع واسه همینه اینقدر فکرم امروز مشغول که واقعا برای همیشه من میگم برای برداشتن قدم اول سخت‌ترین و مهمترین چیزیه که برای هر کاری اون قدم اول مهمترین و سخت‌ترین کاریه که ما انجام میدیم. چون میگم تجربه خود منه، من 20 سال یه کاری میکردم بعد یهو میدونستم که باید یه کاری بکنم و اون مدت ها طول کشید که این کلنجاری که با خودم میرفتم و پشت همه این کلنجارا هم ترس بود اگر نشه من چطوری، اصلا میتونم، مگه میشه، مثلا یه مردم چی میگم، مثلا البته گفتنم اینجا چی کار میکنی، نمیدونم داری چی کار میکنی. و امروز بحثی که ما در واقع میخوایم سابجکت ما درباره چرا ما میترسیم که برای کار جدیدی که میخوام برای هر کار جدیدی میخوام شروع بکنیم چرا میترسیم و چطوری میتونیم با این ترسامون در واقع مقابله بکنیم و در واقع باهاش کنار بیایم. حالا من میخوام افسانه جون شروع کنن یه مقداری راجع به این قضیه صحبت کنن و تجربیاتشون رو با ما شروع کنن. اول سلام به همه عزیزانی که میان توی لایو.
و ما رو حمایت میکنن. خیلی ممنون و همیشه همکاران عزیزم که وقت میذارین، لایف میذارین. درسته سارا جون، ترس اولین چیزی که سراغ آدم میاد وقتی قدم اول رو میخوای برداری، هم انگیزه میاد سراغ آدم، هم در مقابلش ترس، و این دو لبه تیز یک شاخص هستش که باید بهش آگاه باشیم. ترس بعضی جاها خوبه، مثلا اینکه ریسکای خطرناک نکنیم، خودمون رو دچار دردسر نکنیم. ترس از قانون ترس از جریمه شدن باعث میشه ما قانون رو رعایت کنیم، ترس از مریض شدن باعث میشه که بهداشت رو رعایت کنیم. ترس بعضی جاها خیلی هم خوبه، ولی در کل و در عرف ترس یه چیز منفی، یه احساس منفی معرفی شده که اگر هم بهش واقف نباشیم، و بنابراین وقتی میخوایم یه کاری رو شروع بکنیم، بدونیم که ترس میاد سراغمون. ترس از قضاوت، ترس از شکست، ترس از نتونستن و ندونستن که چجوری قراره بریم جلو، و همیشه اصلا ترس از ناآگاهیه. اگر که با آگاهی یعنی بدونیم که ترس میاد سراغمون، پس ما یه چیزی رو نمیدونیم که داریم میترسیم، این میشه باعث میشه که ما بریم سراغ این که خب آگاهی پیدا کنیم در اون زمینه، و اینجوری به نظرم موفق تر هم میشیم. اکثر کسایی که تو دنیا موفق شدن از ترسشون عبور کردن، درست نقطه مخالف جایی که ترسیده بودن رسیدن و اون طرف ترسشون به موفقیت رسیدن. بنابراین همیشه هم ترس بد نیست، و توی بیزینس هم همینطور. اگر که میخوان شروع کنین و دچار ترس میشین، بدونین که تنها نیستین، همه این ترس رو دارن، چون نمیدونیم که بعدش چی میشه. ولی معمولا آگاهی انقدر زیاد شده، اطلاعات انقدر زیاده، منابع انقدر زیاده و ساپورت هست که جای ترس نداره، و همه یه این مشکلات میتونه فقط با اینکه آدم بخواد، انگیزه داشته باشه و با اشتیاق یه کاری رو بکنه، حتما میتونه موفق بشه. حالا کتی جون شما؟ بله، حتما من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همه عزیزانی که دارم توی لایو ما رو ساپورت میکنم. ممنون از همگی که هستید. و بله، این وقت که این مبحث ترس رو در یه جورایی بگیم تردید به دل هر کسی راه پیدا میکنه، یه چیز طبیعی هست و چیزی نیست که مثلا بگیم که فقط من این ترس رو دارم، من فقط این تردید دارم. برای همه پیش میاد. همه ماهایی که الان توی این بیزنس هستیم، به نوبه خودمون موقعی که داشتیم بیزنس رو شروع میکردیم، یک جورایی بر سر یک دوراهی بودیم که شروع کنیم شروع نکنیم، آیا میتونیم توی این راه موفق بشیم و آیا نمیتونیم. هزاران بایی که میومد توی ذهنمون، هزاران ترسی که توی ذهنمون بود و تردید داشتیم در این مورد. ولی خب همیشه من میگم که وقتی آدم توی دل تاریکی قرار میگیره و جلو راه خودش رو نمیبینه، اون موقع است که ترس سراغش میاد. ولی وقتی که توی مسیر روشنی حرکت میکنیم و جلو راه رو میبینیم و هدف برامون مشخصه، اون نوری که توی این راه هست ما رو هدایت میکنه به سمت خودش و اون ترس رو دیگه نداریم و اون راه برای ما کاملا واضح و روشن است. و همیشه ترس از جای میاد که انسان ادامه راه رو نمیبینه، یعنی انتهای راه رو نمیبینه، و این ترس به صورت طبیعی توی ذهنش مجسم میشه و چراهایی توی ذهنش میاد که میخواد ببینه که آیا خدای نکرده توی این مسیر چال و چوله نیست که پاش بیفته اون تو، یا اینکه سنگی جلوی راش قرار نداره که نتونه اونو ببینه و به زمین بخوره. ولی همه اینها موقعی هست که ما با دید باز، با یک چشم بازتر به مسائل نگاه میکنیم، و موقع است که این مسیر برامون روشنتر و واضحتره و واقعا میتونیم برشون غلبه کنیم. همون چه که الان ماهایی که تو این بیزنس هستیم، وقتی به یک سال پیشمون برمیگردیم، میبینیم که واقعا چقدر برامون مسیر یه جورایی تاریک بود، مبهم بود که چیکار میخوایم بکنیم، آیا میتونیم نمیتونیم، مثلا میتونیم آیا به تنهایی این راه رو ادامه بدیم. ولی وقتی که اومدیم دیدیم او کوچ و منتور کنارمونه، 24 ساعته گروه ساپورتیو کنار ما هست، پشت ما هست، ما رو داره همه جوره، حتی بعد از یک سال داریم همدیگر رو چقدر قشنگ ساپورت میکنیم، هیچ ترسی از تنها بودن نداریم، و این مسیری هست که ما داریم ادامه میدیم و پیش میریم.
دقیقا. سارایا جان شما میشه تجربیاتتون رو با ما شیر کنید؟ حتما حتما. سلام عرض میکنم مجدد به شما دوستان عزیز. دوستان خیلی خوب گفتن و واقعا ریشه یه تمام اضطراب ها و تردید ها عدم اطلاع هست. ما وقتی که به یه موضوع آگاهی نداریم، اشراف نداریم، همیشه ازش یک چیز ترسناک میسازیم، در صورتی که واقعیتش حتما اینقدر هم ترسناک نیست. من نمونش رو خودم تو بچگی یادم میاد که مثلا اولین باری که متوجه شدم که میخوام آمپول بزنم، یعنی به خودم قرار شده بود که آمپول بزنم، خیلی ترس و نگرانی داشتم، شاید یه دو سه ساعت گریه استرا، ولی بعد که آمپول تزریق شد گفتم همین بود. و واقعا دقیقاً مثلاق این تو بزرگسالی هم همین هست که وقتی با یه قضیه رو به رو میشیم متوجه میشیم که ترسای ما بیهوده بوده. برای شروع این بیزینس هم دقیقاً مهمترین عاملی که من فکر میکنم باعث تردید من شد همین بی اطلاعی بود. من واقعا نمیدونستم تو چه محیطی قراره وارد بشم، چه همکارانی قراره داشته باشم و چه کاری انجام بدم. همیشه میگفتم آخه من که هیچ وقت با دیجیتال مارکتینگ ارتباطی نداشتم، مثلا به مخیله من نمیگنجید که یک روزی من دیجیتال مارکتر بشم. من اون روزی که قبول شدم دانشگاه فکر کردم من قراره تا آخر عمرم پزشک باقی بمونم، توی این شاخه فعالیت کنم. خب برای همین برای من خیلی استراب داشت و دقیقا من فکر میکنم که پایه‌گذاران این بیزینس ما خیلی هوشمندانه این دوره آزمایشی یا ترایال رو گذاشتن. دقیقا دوره ای هست که ما وارد این محیط میشیم، انگار ما رو میندازن توی کار بدون اینکه هیچ ریسکی داشته باشه، تا از نزدیک هم محیط کار رو ببینیم، هم همکارانمون رو ببینیم، هم نوع کار رو ببینیم و هم نوع درآمدها رو ببینیم که واقعا اصلا این اون چیزی نیست که برای دیجیتال مارکتینگ، اون قولی نیست که برای خودمون ساختیم که ما نمیتونیم انجامش بدیم، فقط یه عده خاصی میتونن انجام بدن. دیدیم که خیلی ها اومدن با بک‌گراند های مختلف، 187,000 نفر و همه دارن پیش میرن و موفق شدن. دیدیم که چه محیط دوستانه ای هست، چقدر همه دارن به هم دیگه کمک کنن. یعنی واقعا این آره، آدم تو دوره آزمایشی خیلی قشنگ میتونه متوجه بشه واقعا این 149 دلار رو اگه پس نمیدادن هم ارزش داشت، حالا که پس میدن اگر که نخواهی که وارد دوره یه چیزی از این بهتر که ما رو مواجه کنن با ترس هامون و خب یه اضطراب از بین بره. برای همین من میگم همین قضیه یکی از بی اطلاعی، یکی دیگه هم همون ترس از قضاوت بقیه. مثلا من میتونم فکر بکنم و این فکر داشتم که خب آخه من بعد یکی بگه تو آخه الانم خیلی سوال می‌پرسن، پس این تحصیلات رو داشتی رفتی درس خوندی پزشکی که الان دیجیتال مارکتر بشی، در صورتی که من فکر کنم کار عاقلانه رو من کردم. دقیقاً بود که از جایی مونده باشم، من فهمیدم که آینده دنیا توی این دیجیتال مارکتینگ هست، همه بیزینس ها به این علم آینده نیاز دارن و واقعا چقدر تقاضا زیاده. یعنی این استراپ ها برای همه ما به درجات مختلف وجود داره و به هر کدومش هم یه جوری فعال هست، ولی خب وقتی آدم مواجه میشه با قضیه خیلی از این تردیدها واقعا کنار میره. دقیقا شما در رابطه کلن خیلی خوب در واقع این ترسای ما و این تجربیاتمون رو در رابطه با کارمون توضیح دادین و همینطور مثلا من میخوام بگم حالا ترس داشتم و واقعا همین ترسم بزرگترین ترسم، چون به خصوص من که 20 سال دارم یه کاری رو میکنم کاملا دیگه رسیدم به اون قسمتی که همه چی اوکیه، همه چی، ولی میدونستم یه خلایی هنوز درش وجود داره. خلایش هم چیه؟ کنترل زمانش، هنوز زمان و زندگیم تو دست خودم نیست، باید یه کاری بکنم. ولی اون ترس، اون قدم اول، و واقعا همیشه میگفتم به قول ما همیشه میگیم وقتی میخوام دایت بگیریم همیشه میگیم از دوشنبه یا به قول ما ایران از شنبه. من یه روزی وسط هفته میخواستم برم سر کار، نرفتم. تلفن زدم گفتم من به یه دلیلی، حالا براتون توضیح میدم، من واقعا نرفتم سر کار. همون روز تماس گرفتم، همه این کارا رو کردم، برای اینکه اون همیشه اون موانع، اون ترسا واقعا نمیذاشت و میترسیدم همش. بعد میگفتم اگر من برم، اگه شکست بخورم، اگر بقیه چی میگم،
این ترسا به هر حال طبیعیه، ولی ما وقتی که شروع میکنیم حالا میگیم که ما تو مسیر هستیم، حالا بیایم راهاشو یاد بگیریم که چی کار بکنیم که به اصطلاح این واقعیته، ما انکار ناپذیره، حالا چی کار بکنیم که به این ترسامون غلبه پیدا کنیم. مثلا من خودم یکی از چیزهای هیچ وقت بر خودم هدف گذاشتم و توی این مسیر و هدف بلند مدت، و وقتی که به اون هدف نگاه میکردم انگار که مثلا یهو یه جوری مثلا خودم رو میکشتم میرفتم جلوتر، یا مثلا هر کدوم این چیزهایی که به اصطلاح ما کارمون خب خیلی آموزش داری میبینیم. برای من که واقعا میگم هیچی از دنیای تکنولوژی نمیدونستم، فقط پروگرامای دنتال آفیس رو خب میدونم یه عالمشم، ولی مثلا همه این یادگیری ها واقعا به من واقعا اعتماد به نفس من بالا برد، پس میگفتم پس میتونم. یا مثلا برای خودم بعضی وقتا خب میدیدم با اینکه دارم هی فکر میکردم همه چیزو میدونم، بعد یه وقتی میگفتم نه، منتظر این بودم که باز با یه چیزی روبرو بشم که ندونم. برای همین دیگه زیاد شوکه نمیشدم که منو اگه یه به اصطلاح یه حبابی یه چاله جلوی من یه چالشی جلوی من بود دیگه شوکه نمیشدم. و مثلا یه چیز جالبی هم که واقعا من با خودم اینا همه تجربیات خودمه، همیشه ها انگار که مثلا به خودم هر یه قدمی که میرفتم مثلا با خودم خیلی آروم مهربون بارکلا آفرین تو این کارو کردی واقعا واقعا. بعد مثلا یوهایی میگفتم نه من هنوز تکون نخوردم، بعد دوباره مثلا خب با یه میدونیم تو این گروه چقدر ماها روابطمون واقعا خوشبختانه چقدر دوستای خوبی پیدا کردیم، واقعا مثلا تلفن میزدم به یه کدوم از این همکارا، به یه کدوم مثلا با هم حرف میزدیم من این قسمت الان حالم اینه، و صادقانه هم میگفتم بهم استرس دست میداد، و این حمایت ها این پشتیبانی ها واقعا آدم حالش رو خوب میکنه توی این، به خصوص توی این بیزینس ما. یعنی من روزی که به اصطلاح کوچینگ کال داشتم میخواستم شروع بکنم، کوچ من اینو گفت، گفتش که واقعا من اگر که همه جای دنیا الان سفر کنم یه نفر رو دارم، و این الان با این که حالا من تجربه ایشون رو ندارم، ایشون چندین ساله، ولی واقعا میبینیم و این بودن با همدیگه یکی از بزرگترین چیزاییه که واقعا این پشتیبانی ها این ترسای من ماها رو روز به روز من خودم رو کم کرده، و واقعا خیلی خیلی به من که خیلی کمک کرده تو پیشرفت این بیزینسی که دارم انجام میدم. درس خواهشون کنم افسان جان، چیزی مطمئنا ما میتونیم تا یه عالمه صحبت کنیم. افسان جان شما اگر بخوایم از این موضوع صحبت کنیم تا یه ساعت دیگه حداقل میتونیم در موردش صحبت کنیم، چون هممون این تجربه رو داریم. حالا غیر از اینکه زندگی تجربه ترسای فراوانی داریم، وقتی هم میخواستیم این بیزینس رو شروع کنیم فکر کنم هممون با یه تردید و استرابی اومدیم که آیا کار درستی دارم میکنم، آیا از پسش برمیام. و خوشبختانه همینجور که گفتیم با ساپورت بی نظیری که این کار داره و سیستمی بودنش، واقعا خیلی از مشکلات ما رو سریع حل کرد. و آموزش ها همجوری گفتم اگر ما آموزش ببینیم، تحقیق بکنیم در مورد هر کاری، اون ترسمون از بین میره، چون دیگه آگاهی داریم و میدونیم داریم چی کار میکنیم. توی این بیزینس هم دقیقا از همون اول، چون راه رو بهمونشون میدن با راهنمایی مربی های حرفه‌ای، افراد بسیار موفقی که خیلی وقت پیش اومدن توی این بیزینس و این راه رو رفتن، واقعا باعث آرامشه و جای هیچ تردیدی برامون نمیذاره. و اینکه گفتین تیم از هر جای دنیا الان دوست داریم، توی تیم هستیم، این خودش اینو نشون میده که ما تنها نیستیم. و وقتی انسان فکر میکنه که توی کاری که داره میکنه تنها نیست، همون دلگرمیه براش، و حتی اگر یه ذرم تردید داشته باشه، یه ذرم استراب داشته باشه، میتونه که پیش بره و با بقیه همکاری کنه، یاد بگیره، و همین خیلی خودش عالیه.
دقیقا. ببخش من یه چیزی، من خیلی صحبت کنم، یه چیزی بگم در ادامه صحبت، بعد بقیه کتی جون و سارای جون بگم. ببینید ما همین به اصطلاح حضوری این گدرینگایی که داریم، مثلا این ویکند ما یه گدرینگ داشتیم، یا مستر مایندایی که برای ما تهیه شده اینا، و به خاطر اینکه مثلا ما وقتی اول راه هستیم به اون به اصطلاح اونایی که رداهای بالاتری هستن نگاه میکنیم، و مثلا خب خیلی راه طولانیه، مثلا میگی امکان نداره، ولی مثلا همین ویکند خب تعداد خیلی زیادی همین رفته بودیم به اصطلاح دور هم دیگه جمع بودیم و اینا، واقعا من یه لحظه بلند شدم این دوربینم رو گرفتم و باورم نمیشد تو این دوربین همینجا خودم داشتم نگاه میکردم، دیدم چقدر آدم من توی این کافی شاپ به این کوچیکی، و گفتم ببینید من واقعا اینها خوشحالم که واقعا نگفتم به اون سیچویشنی که قبلا داشتم و اون قدم اول رو برشم. ببینید همه اینا اینجان، حالا خب خیلی بعضی ها خب در رده‌های بالاتر، بعضی ها خب در رده‌های مختلف، ولی همین این ارتباط داشتن ما واقعا اینا به ما این دلگرمی ها رو میده. بفرمایید شما، ببخشید من زیاد صحبت کردم. واقعا عالی بود. در قصار جونشم به این موضوع فکر کردم، مثلا من خودم موقعی که یه سال پیش داشتم شروع میکردم، بعدن خب من دانشجو هم، همیشه وقتم خیلی بیزی شلوغم، بعد همیشه ترسم از این بود که مثلا میگفتم که خب کتی اگه میخوای شروع کنی، آیا اینم بیزینس دیگه، آیا وقت داری تو اینو پیش ببری، اصلا میتونی از پسش بر بیای با این همه درسی که هست سنگینه، آیا مثلا این کار برات شدنی هست. بعد اون ماه اول دومی که داشتیم ترین میدیدیم و توی آموزش بودیم، داشتم به خودم گفتم که خب مثلا کنارم بودن، خوش بود، منتور بود، دوستا بودن و هم ساپورت میکردن، سوالی برام پیش میومد، اون به سهولت و آسونی گذشت، و وقتی هم که دیگه خودم شدم واقعا دیدم که چقدر خوبه، مثلا وقت و تایم دست خودمه، این نیست که بیزینسی که تایم برای من گذاشته که من باید از صبح پاشم تا این ساعت بایستم پشت کامپیوتر کارم انجام بدم، هر وقتی میتونستم از این وقتهای موردم و این تایمایی که دست خودم بود استفاده کنم. من همیشه مثلا دانشجو بودم، میرفتم توی کتابخونه، خب بعضی موقع بود دیگه درس کمتر بود دیگه، مثلا نمیدونستم چی کاری انجام بدم یا تایم هم همجوری میگذشت، ولی الان راحت میتونم برای خودم یه برنامه دارم، میدونم یه هدف دارم، با ذوق میرم مثلا لایبرری میگم، اگه درسم نباشه کنارش کارم رو انجام بدم، و از اون فرصت های کوچیکی که توی زندگیم هست چقدر دارم به خوبی استفاده میکنم. یعنی میگم که چقدر انسان اون ترسی که از اول داشت بعدم به کجا میرسه که براش لذت بخش میشه، اصلا دیگه اون ترسو که نداره هیچ، اون انقدر به کارش میاد و کارشو راحت انجام میده که دیگه. اینم یکی از چیزایی بود که همیشه توی ذهنم بود و مثلا ترسی بود که داشتم، و الان دارم واقعا ازش لذت میبرم، از تایمام دارم استفاده میکنم، هر تایمی دلم بخواد میام لپتاپم باز میکنم، کارم انجام میدم، و واقعا خیلی عالی بود. دقیقاً. یه موردی که توی صحبتاتون شما اشاره کردیم، به خاطر اینکه خودم داشتم اول از همه که می‌خواستیم بیایم توی این بیزینس، به ما گفتن خب بعد شما تو سوشال مدیا، توی 7 تا سوشال مدیا میتونین کار بکنی، تبلیغ کنی. گفتم یا خود خدا، من اصلا توی هیچ کدوم از اینا سابقه این که فعالیت کنم نداشتم، اصلا توی اینستاگرام که به هیچ عنوان، فقط نگاه می‌کردم بقیه رو، خب خوشم میومد که پست‌های بقیه رو ببینم، ولی حتی من از خجالتم لایک هم نمی‌کردم که شاید زیاد شناخته نشم. و توی فیسبوک اصلا اون چیزی که یادم میاد، فیسبوکی که 8 سال پیش درست شده بود و بعد الان خود رفتیم پایی تر بودم، خجالت میگشه بعضی وقتا بعضی چیزا رو، من خبرهایی که خبرگزاری های معروف میذاشت الان دوباره میذاشتم توی فیسبوکم، مثلا نمیدونم کی نیاز داشت که این خبرها رو دوباره بشنوه و ببینه وقتی که تو منو به خبری شد. من اوج فعالیت من توی سوشال مدیا این بود، و من گفتم خب من چطوری میتونم الان تو 7 تا پلتفرم فعالیت بکنم. ولی این جالب هست که وقتی میای داخلش و میری تو دل کار، میبینی چقدر جالب هست، اصلا به همین ذوق از خواب بیدار میشی که یه مطلب خیلی جالبی رو پیدا بکنی، حالا یا خودت ازش ویدیو درست بکنی یا روش صدا بذاری، به هر طریقی که بکنی، ولی واقعا این از مصادیق کارهایی که وقتی شروع کردی و مواجه شدی باش فهمیدی که چقدر ترس مابید بوده بوده. دیجیتال مارکتینگ مال بقیه نیست، مال تو هم هست و تو هم میتونی ازش کسب درآمد. واقعا
واقعا خیلی جالبه، مرسی از همگی. واقعا واقعا میگم، من که میگم برای من چون واقعا سخت بود، من خوشحالم که اینجا هستم. به هر حال برای من قدم بزرگی بود. من همیشه میگم اولین همیشه ویدیوهایی که تعریف میکنم میگم فقط شروع کنین، نترسید، قدم اولو برداریم. و به خصوص توی این کار ما به شما این آپشن رو میده، اصلا نیازی نیستش که در جا تصمیم بگیرید و واقعا یونیکه، چون شما هر کاری، هر جایی، هر بیزینسی بخواید شروع بکنید اصلا فرصتی ندارید. این 30 روز، به اصطلاح 30 روزی که به شما فرصت میده، به نظر من خیلی خیلی زمان طولانیه که شما همه چی اطلاعات رو بگیرید، موقعیت رو بررسی کنید، خودتون رو کاملا صادق باشید با خودتون، ببینید واقعا این مال شما هست یا نه. و امیدوارم که ببینید شما رو، شما هم بشید یک روزی جز این تیم ما. درصد اگر دقیقا دقیقا خواهش میکنم افسانه جون، سارای جان، کچون اگه صحبتی ندارید ما میتونیم بریم. و تا هفته بعد به امید خدا مطمئنا چهارشنبه هستیم در خدمتتون. ممکنه ساعت تغییر بکنه، ولی سعی میکنیم همین ساعت 11 در ساعت تورنتو تایم. دقیقا، ولی ممکنه 1%. بله، به امید دیدار. مرسی. مبدأ زمانی همونشون به خدا ها قبلا گیریم بیچه اتاب میکردن، ساعت ما بودن. ولی ما داریم انجام میدیم. ببین شما از انگلیس، کتی جون از امریکا و ما از کانادا، حالا دو جای مختلف، و ما میتونیم مرسی، متشکرم. روز خوبی داشته باشین، شب خوبی داشته باشین، هر کجا که هستید خوش باشین. خدا نگهدار.